کوکش با 300,000 ببین 300,000 خورده ای فالو فک گذاشته مال جنده این کونی خارکوسه هنیکولا رفته بغل داود عزیز نشسته لایو گذاشته نگاه کن شد 1000 تا 320,000 تا فالو داره لایو گرفته شده 1000 نفر 900 نفر هم بهش فوش میدن تازه بعد داود هزینه داره چیکارش میکنه داود هزینه داره میگه بابا اینا همه فکر بهتون نشون بدم به مانه کف میکنه ای خدا بازم بگیدم پیدا میکنه نگاه کن به داود عزیزه نگاه کن شد 1000 تا بعد داود عزیزه چجوری رفته بود تو جبه تو تپه های شمس آباد کجا بود رفته بود فیلم گرفته بود لباس مدافعی تنش کرده بود هانیکولا بعد میگفت اینا همه فرار میکنن فقط من میمونم بعد بغل دستش گفت خالی میبنده ای خدا حالا حکایت لایو دیروز پریروز هانی با داود عزیزه بذار پیداش کنم خدایی میگه عربا یه مثالی دارن میگن اگه شاهدت از تو خونت پیدا شد خب اعدامت حلاله قتلت حلاله کشتنت حلاله شاهدش بغل دستش نشسته داود عزیزه میگه خالیه همه فکر به هکرها گفته براش ویو بزنن تو لایوش اینا بذار من صداشو زیاد کنم یه لحظه میگه اگه 1000 تا شد سلام خانم داودی عزیز خیلی خوش اومد بعد فوشا رو نمیخونه فقط اونا ببین این از اونجا زنگ میزنه این بچه شامدلزیره ایران دیر وقته سلام فیمسیم آره از تو بیناموسی پیج من این پایین تک کن فالو کن سلام داداش علی فخر جان نوکرت آقایی علی رضا جان قربونت برم این شب شهادت امام حسن نشسته تو لایو تو بار بیناموس داود عزیزه آهنگ گذاشتم آشتا جان قربونت برم آقای داداش رعین جان خوب داداش همین خوب سمنان به مولا میلاد جان نوکرتیم امید جان مشتی هستی کوچیکتیم علی جان فداد جان آقا سیاوشی بده کاریتون یه بده محمد جان نوکرتیم داداشی قربونت برم 600 تا تو یه دقیقه یوسف جان قربونت برم این آقا یوسف خیلی خوبمونه سلام برسون مهربون دوست داشتنی آقا یوسف الان یه لایف من میذارم مشتبه جان قربونت برم حسین جان فداد چم قربونت برم به به آقا مهندس شرابی قربونت برم آقا فخار ممنونتم خسته نباشی محمد جان نوکرتم آقا مرادی فداد چم لبا رو نگاه کن جون حالی کنه جون خوش اومدی
پیج داوود هم هست. به به داداشم عباس محمدی. عباس داوود. عباس شما عشق منی. داره ترق خورد میکنه. داره ترق خورد میکنه. عباس عشق منی. مهندس شرابی نوکرتم. قربون شما برم. یه زنه اومده تو با تو اون رستوران داره میرینه به داوود هزینه اینا. برم حسین علی. شما حسین مرتضی داها شوید. آره معلومه. عباس داداش نوکرتم. عباس محمدی رفیقم بود. سلام برسون. سلام بر همه. آقا رضا پاریا تولدت مبارک. یوسف شان داداش شانی بچه محل مهربونم. عشق منی قربون شما برم. آقا سدلی از لندن. سدلی کیان سلام برسونید. دیدمشون. آره آقا مهندس شرابی داداشم سلام برسون. آقا شرابی عزیز سلام رضا جان. محمد آقا نیکشتان بچه خوبه مشهد. آقا محمد آقا قربونت برم. آقا نیکشتان از طرف امام رضا را آقا سلام بهش. آره جون احمد داود عزینه میگه سلام به امام رضا برسون. به خدا پیغمبر ملت ایران خوش میگه. میگه سلام برسون. آقا بهم کی با قربون داود عزینه. عشق منی محمد جان نوکرتم. آقا نیشتان قربونت برم داداش. مهندس جان عشق منی. امید جان قربونت برم. این آقا امید داداش شما سلام برسون. داشت امید نکرتم. امید موتوری داداش شما. نه امید نیست. آقا نیکشتان فرام از جان قربونت برم داداش. به به علیرضا شعبانی استقلالی یک از لیدرهای خوب استقلالی. به به درود بر هرچی استقلالیه. آقا نیکشتان مشت هستیم. همه اینجون قربونت برم. هزار خورده بیوالا بکاری کلا همه پنگ دقیقه برای بریم. من این فیکه زیاد نمیم. آقا رضا ببین خودش هم میگه فیکه. شب دلازیم تولد شهر سردی کسیش. آقا تولدت مبارک باشه. اشاره 120 ساله بشین. آقا پاریا تولدت مبارک. این هزار نفری که تو لایون 78 نفرش واقعی هست. هزار توش فیک هست. آقا سرود منترتم. اش کردی نگاه کن هزار نفری که تو لایون 78 نفرش واقعی هست. هزار توش فیک هست. یه بار دیگه ببین چجوری داود عزینه خرابش میکنه. آقا تولدت مبارک باشه. اشاره 120 ساله بشین. آقا پاریا تولدت مبارک. هزار نفری که تو لایون 78 نفرش واقعی هست. آقا سهراب نوکرتم فدات شد بره تو لایو زنی زنی هکرها میگه هزار تا ویو لایو بره بالا داداش شمیه. ببین چی میگه. میگه داریم به هکرها گوش بدین بچه ها یه دقیقه گوش کنید نگاه کنید. میگه این از این هزار نفر هفتاد نفرش باقیش همه باقیش همش فکرن. 70 نفرش حقیقیه. بعد پول دادیم به این هکرها بیان ویو بزنن برای لایوش. 300 هزار نفر فالو داشته باشی. 70 نفر حقیقی باشه. 1000 نفر فیک بیان تو لایوت. گوش کنین خوب گوش کنین. لودت مبارک باشه. اشاره 120 ساله بشین. آقا پاریا تولدت مبارک. 1000 نفری که تو لایون 78 نفرش واقعی هست. 1000 توش فیک هست. آقا سهراب نوکرتم فدات شد بره تو لایو زنگ زنه این هکرها میگه 1000 تا ویو لایو ببر بالا داداش. میگه هانی هر موقع میره تو لایو زنگ میزنه به هکرها که لایو ببرن بالا. یه بار دیگه گوش کنین تا بدونین سلطان مجازی خود این هانی کلاس. آقا تولدت مبارک باشه. اشاره 120 ساله بشین. آقا پاریا تولدت مبارک. 1000 نفری که تو لایون 78 نفرش واقعی هست. 1000 توش فیک هست. آقا سهراب نوکرتم فدات شد بره تو لایو زنگ زنه این هکرها میگه 1000 تا ویو لایو ببر بالا داداش شمین. آقا مشتاق فدات شد خاک تو سرت. حالا هرچی من میگم بازار داختر میشه میره بالاتر. امید جان فدات شم داداش قربونت برم. فردین جان چطور این فردین زنده. آقا فردین سلام علیکم. قربونت برم فردین جان. به آقا کسره گفت قربونت برم سلطان شمایی داداش قربون شما. همچنین ماسک رو داشتن. اشکان جان خوبی داداش قربونت برم. همایون جون فدات شم. کسره قربونت برم. سهراب جان خوبی داداش فدات شم. خوبه محمود آباد خودت یا آقا سهراب نوکرت شم. آره جون احمد بکنته. محمد چطوری خوبی؟
آقا داوود سلام باشید داداش. حالا آخرش بازم خرابش میکنه داووده. قربونت برم فردین جان، فدات جان. قربونت برم داداشی، محمد جان اسطوره خودتی داداش، مشتی هستی. آقا سهراب عشق منی، این آقا سهراب بچه خوب محمود آباد شمال بکنته، امید ترامی مشتی، محمد خان داداش عشق منی، یه روزی بتونیم ایران این امید مطلی داداش شپاق دو تا هم میکنن داود از اینه اشالله آزادی داشت مصطفی رضایی داداشمون مصطفی رضایی. آره بکنته تو زندان محمد مرادی قربونت برم، مشتبه پالوانه بچه محل بونه، مشتبه پالوانه قربونت برم، سلام میرسیم که خودشو چست میکنه برای داود از اینه که ویو بیاره. قربونت برم آقای شعبانی، مشتبه جان فدات شم، قربون همه تون برم. یه لایو گرفتیم یه اشغالی با رفیقا کنیم دلتنگشون. آره با فیکا بابای قربونت برم، فدای همه تون بشم. امید نمیشته هر کسی شما رو دوست نداره، ناموس نداره مثل خاله. آقا موتوری، آقا پاریا تولد مبارک، پاریا ناموس، سلام برسون به پاریا تولدت مبارک، بچه خوب شاب درزون آقا پاریا. چی هرچی بچه شاب درزونه تو کست خواهر مادرت، همه جا میریم، همه جا، همه تون عشقید، همه تون دوست دارم، قربونتون برم. حالا این آخرم دقت بکنیم این صدا خوش قناهتون، یا علی مدد باورش نشده.
300,000 خورده خون کش کرمله چه داغه 300,000 خورده داود عزینه وعید خزایی بهادر وحشی تمام اونایی که بیناموسی میکردن خب یه لحظه تمام اینا که بیناموسی میکردن من اینا رو خراب میکردم هانیکونا اومد بالاخره اینا در اومد خب اینا نگاه کنیم روز صحبت هم با وعید خزایی و داوود خزینه و بهادر وحشی این آشلاشای بی‌وجدانی که تحت حمایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه با باندای فحشای ترکیه آبرو ناموس که برای خودشون نداشتن لاشای بی‌وجدان دست رو هردارین از این کاراتون چی کار داریم با ملت با غیرت و با شرف ایران که 24 ساعته براشون کسافت کاری میذارین هرزگی میذارین آموزش عرق خوری و نشه خوری و باندوازی و هرزگی و لشی بازی دست رو هردارین از این کسافتاتون این کلیپ مال روزای اول من خب این با روز صحبت هم با وعید خزایی و داوود خزینه و بهادر وحشی این آشلاشای بی‌وجدانی که تحت حمایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه با باندای فحشای ترکیه آبرو ناموس که برای خودشون نداشتن لاشای بی‌وجدان دست رو هردارین از این کاراتون چی کار داریم با ملت با غیرت با شرف ایران که 24 ساعته براشون کسافت کاری میذارین هرزگی میذارین آموزش عرق خوری و نشه خوری و باندوازی و هرزگی و لشی بازی دست رو هردارین از این کسافتاتون کلیپ مال همون روزای اوله که هانیکونا بیناموس اومد بالاخره اینا در اومد خب بالاخره اینا در اومد گفت بهادر وحشی و داوود عزینه و وعید خزایی داشیای منن که من یک کلیپم پشت بندش دادم بیرون گفتم هر کی این بیناموسا دفاع بکنه سلطانم باشه با سلطان انم باشه با شیلنگ میشینمش ببین یکی از میگن سید تو ایراد نمیگیری افساد قضایی افساد اداری افسادایی که تو ایران است خب ببینین این کلیپو ببینین مال همون 3 4 سال پیش منه احترامی سید آرکوش رو از قلب پذیرا بشید دوستای بزرگوارم احترامی سید آرکوش رو از قلب پذیرا بشید دوستای بزرگوارم قانون گذار عزیز بچه پلیس امنیت دادستانی محترم من نه سیاسی هستم نه اهل سیاست هم نه سیاست سر در میارم نه الفاش بلدم ولی شما یه کار اشتباهی بسیار بزرگی کردین که تمام محله های تهران و شهرستان ها رو دادی دسته یه سری اوباش مثل هانی اصلبانو که رئیس بخش بشن که از ده تا آمار بیان هفتشو به شما بدن ستشون رو لاپوشینی بکنن بذارن تو جیبشون و بخورن تو مناطقشون آشپزخونه های شیشه درست بکنن اوباشگری بکنن عرفانی بکنن فساد اخلاقی و اجتماعی را بندازن و باجگیری بکنن این کارتون خیلی اشتباه بود این با این کارتون ضربه به دین خورد ضربه به مذهب خورد ضربه به فرهنگ و اصالت مردم و غیور ایران خورد سریع‌تر بیگیری بکنی و این اوباش جمع بکنی درود بر شما داشت شما سید آرکوش یا علی مدار متوجه شدین؟ متوجه شدی سید آرپوش از روز اول من با کسافتکاری و بیشرفی های اینا من مبارزه کرد من یه روز کسی از من بیناموسی نیده هانیکونا میاد به شما میگه این عراقی کدوم عراقی دیدین که تعصبش از این بیناموسا بیشتر باشه درود به همچی عراقی که تعصبش از توی ایرانی که مدعی هستی بیشتره که ناموس ایرانی رو داری به حراج میذاری قمار سایت های قمار را میندازیم بی شرفی میکنیم اگه من عراقی باشم و این اخلاقم باشه شرفم به شما بیشتره
یک روز تو 5 سال ندیدین سید آبوش بی شرفی بکنه، بی ناموسی بکنه، ناموس مردم رو بیاره تو لایف. تازه من تو انگلیس هم، شما تو ترکیه و گرجستان و این کشورهای عقب افتاده، یه روز ندیدین من بطری مشروب بگیرم تو دستم. بیام ناموس مردم رو لخ بکنم مثل داوود هزینه و ایکس و ایگره که علی هانیکونا باش میپره، لختشون بکنم، شک شک بکنم. 30 سال تو اروپا هم دارم، هم حاجی هم، هم سید خدا هم، هم نماز و واجبات هم انجام میدم، هم رعایت شعونات دینی میکنم، هم مکه و مدینه و سوریه و نجف و کربلا هم رفتم. بعد میاد مثلا تو بعد میاد میگه، بعد میاد میگه این این کارا رو میکنه، میذاره تو یوتیوب، از تو یوتیوب درآمدزایی میکنه. کسکش بی‌ناموس. اگه من درآمد یوتیوب چیه؟ کسکش. من اگه من میخواستم هانی کنای بی‌ناموس درآمدزایی بکنم، مثلا کی میتونست؟ میرفتم سایت قمار مثل رفیق داوود هزینه میزدم، کی میتونست جلوی منو بگیره؟ کی میتونست منو بگیره؟ وسط انگلیس هم هستم. بی‌ناموس. میای شایعه میندازی، میای میگیم این عراقیه، این دنبال یوتیوب اپول یوتیوب در میاره. بی ناموس. من اگه دنبال پول بودم و مال دنیا بودم، خب میرفتم مثل داوود هزینه و ایکس و ساشا صبحانی و ایکس و ایگرک با $1,000 یه پیج قمار میزدم، شرط بندی میزدم، جیب ملت ایران رو خالی میکردم. تازه خیلی هم فالو میلیون میلیون برای من میومد، هیچ کم با من کاری نداشت. تازه ملت هم میومدن، مگه نمیبینین هر کدومشون میلیون میلیون فالو دارن؟ نه، من اومدم درس اخلاق بدم. میگم آقا مشتیگری تا اوباشگری تا زمین تا آسمون فرق میکنه. بعد تو میای به چاقالات این ریزمیزا و بچه مچه ها علف بچه ها کارتون خوابا رو تیر میکنی، با پول مواد مخدر و شیشه و اینا رو تیر میکنی، بیان به سید آیپوش بیادبی میکنن. سید آیپوش کار بدی نکرد، سید آیپوش تو روشنایی رفته قدم زده، کاری نکرده که تو زندگیش که شرمنده خودش و خدای خودش و خانوادهش و ایل و تبار و ایرانش بشه. تو نمیتونی منو خراب بکنی. یوتیوب این کارا رو میکنه، زب میدونی چرا زب میکنم؟ چون من با یه جماعتی روبروم، با یه تیپ انسانای روبرویم که الان روبروت یه چیزی میگه، دو دقیقه دیگه پشت سرت یه چیزی دیگه میگه، بعد میخواد بعدم روبروش میکنی زیرش میزنه، زیرش میزنه، بعد میگم نگاه کن این سندت، این مدرکت، شما نمونه هاشو دیدین دیگه. یارو میومد فلان میگم، میگه فرداش میومد بیاد میگه آقا تو، من قرص خوردم، مشروب خوردم، حواسم نبود، گولتو خوردم، نمیدونم سوء استفاده کردی. یوتیوب بیشتر پول در میاره یا سایت قمار بی ناموس؟ بعد من اینا رو جمع کردم برای تاریخ، برای تاریخ ببینن، فرزند ایرانی، نسل در نسل ایرانی ببینن که شماها چیکار کردین با ملت ایران. هانی کنای بی‌ناموس، تو تیم مفعولت چیکارا کردین؟ چجور مردم رو بدبخت کردین؟ آدمای خوب کی بودن؟ آدمای بد کی بودن؟ از این میترسین؟ عشق من این همتون میگه اونی که باید بفهمه میدونه داره چی کار میکنه. من با جونم و سلامتیم و همه امکاناتم رو گذاشتم کنار در خدمت ملتم. من لایوهای روزای اولم هست، به والله دقیق گفتم، اون موقع تازه به قول خودتون ریسیبیل هم نذاشته بودم. خب اومدم گفتم، من احساس مسئولیت کردم، اومدم دیدم تو فضای مجازی، دیدم یه سری این جوانای ما دارن را گم کردن. یه رقاصو بهش میگن پهلوان، یه اوبی چونی رو بهش میگن سلطان. خب
حتی اومدم گیر دادم به صدا و سیما، میگفتم بابا این جوونا رو که خط خال تو صورتشون زدن اینا رو نیارن تو خیابون بچرخونین، تمام لایوهای من هست، خب کلیپای من هستش، نیار اینا رو بچرخونین، اینا نتیجه عکسی میده، اینا بیشتر مشهورتر میشن، اینا رو این کارها رو نکنین. حتی گفتم اشکال شرعی داره تو میاری لختش میکنی، اگه نظام جمهوری اسلامیه، قوانین جمهوری اسلامی تابع شریعت اسلامه، شرعاً مجاز نیست تو اینو لخ بکنی تو شهر بچرخونی، شرعاً مجاز نیست. حتی گفتم فتواش از کی آوردی تو میاری یارو رو با خط خال و نمیدونم فلان تو خیابو میچرخونی ناموس مردم ببیننش؟ خب حتی اینا رو من گفتم. میگفتم این نتیجه عکسی میده، آقای صدا سیما چرا اینا رو میارین نشون میدین، آقای بچه های پلیس امنیت این کارو نکنین. خب 3 سالش انجمن مشتی مبارزه با خودزنی و فحاشی ناموسی بود پیجم، میگفتم آقا متهم تا قاضی حکمشو نداده شما حق ندارین نه دست بهش بزنین نه بهش فوش ناموسی بدین. من اینا رو داشتم میگفتم، خب این حرفای من حرف حقه، زور بهشون داشت، به تیم مفعول هانیکونا و دار دستاش زور داشت، میگفتم آقا بی‌ناموسی یاد مردم نه، بچه 15-16 ساله 9 ساله 10 ساله یارو رو اسمش نوشته پهلوان و میرخصه. خب حالا خدا هدایتش کنه، مشکلمون حالا باش هر شد تقریبا. خب میگفتم آقا این بچه نمیدونه فردا فکر کنه تا اسم پهلوان به جایی که اسم تختی بیاد جلو چشمش، پهلوان تختی بیاد جلو چشمش، جلوش اسم این پسره میاد جلو چشمش تو ذهنش. ما اینا رو داشتم میگفتم، هر روز تهدید میشینیدم، هر روز ارعاب میدیدم، از زندگی و آسایشم همه چی گذاشتم به خاطر ملتم. ما که دنبال کثافتکاری بودیم، دنبال بیشرفی بودیم، هنی کنای بی‌ناموس تو که میگه یوتیوب میره اد یوتیوب درام، خب میره ادام با $1000 خار کسته، با $1000 خار کسته، خار کسته با $1000. ببین کسکش این $1000 هم نیست، این بالا $20,000 مادر جنده. خب با $1000 $500 $2000 آقا من میرفتم سایت قمار شرط بندی را مینداختم، جیب ملت ایران خالی میکردم مثل داوود هزینه. مثل ساشا صبحانی میلیون هم فالو میگرفتم، هیچ کم به من فوش خواهر مادر نمیداد. چرا؟ چون حرف حق میزنم به من فوش خواهر مادر میدین. شیاطین این دیگه، دار و دسته شیاطین این دیگه، اصحاب شیاطین این شما، با رحمانی ها، با انسان های پاک، با وجدان، خانواده دار مشکل داریم. ای نبینیم میان به قبر مادر من فوش میدن. خدا ازتون نگذره. یارو پیج پهلوانان گذاشته، پهلوانان ایرانی، سلاطین ایرانی، بعد کلیپ میذاره وسطش فوش به قبر مادر من میده. اینا دار و دسته هانی هن. کوچیک دم آب حسین ما چیز بدی نگفتیم برای ملتمون. من امروز یه سری از کلیپا و لایوهای قدیمی مو دیدم که الانم بهتون یه گوشش نشون دادم. خب از کانال لایو من
دیدن بکنین. کانال تلگرامم، تو کانال تلگرامم سید آلپوش ببینین. عرض ادب و احترام این سید آلپوش رو از قلب پذیرو بشین. دوستای خوب من، خوب گوش کنیم این چی عرض بکنم. از این تاریخ، از این روز مبارک، از این لحظه، هر کی بالا خواه هانی در بیاد کونیه. میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد آخون باشه، میخواد کل شهروال تنش کرده باشه، میخواد شهروال کردی تنش کرده باشه، هر کی بخواد باشه، هر دین و مذهبی که میخواد باشه. مجبورم دستمو نشون ندم، ببخشید. میخواد کرد باشه، ملکشاهی باشه، لور باشه، لک باشه، ترک باشه، از هر نمونه ای که میخواد باشه، از هر نوع بشری که میخواد باشه، که بشری کونیه. میگه نه، برای برگ صلاحیت کونشو برام بیاره تا ما بگیم نه تو کونی نیستی. ولی شک نکنین، هر کی بالا خواهانی در بیاد کونیه. کونی. ما اینا رو میایم به ملت میگیم آقا نکنین. سلام و عرض ادب و احترام سید آلپوش از قلب پذیرو باشین. یه هشدار شدید و لحنی دارم برای کارخونه دارا و بنگاه های صادراتی که کالاهای ایرانی رو با کیفیت بسیار پایین، مچاله و کثیف و موس به اقصا نقاط دنیا و اروپا ارسال میکنن، مایه آبروریزی شده برای کالای ایرانی. اینا که همکاری میکنن با هانی تو ایران و مواد مخدر شیشه اولیش و لابلای قوطی های کنسرو و شیشه های فلان و فلان و فلان که بعدن اسم کارخونه ها و شرکت ها رو اگه گوش نکردن نام میبرن میذارن و به اروپا صادر میکنن با همکاری هانی و هامی که داشت که تو پاریسه. خوب حواستون جمع بکنین چی دارم میگم، نکنین این کارو. بریم به کیفیت کالاتون بپردازیم. چی میخواین از یه مش جوان ایرانی که با هزار تا بدبختی و امید و آرزو بلند شدن اومدن اروپا، شما میخواین اینا رو اینجا معتاد بکنین، همونجوری که داشتش تو ایران اونا رو معتاد و بدبخت و خانواده‌شون در به داغون کرد. نکنین، گزارشتون به اینترپول هم رسیده. دیدی ما اینا رو می اومدیم گفتیم، میان برای ما درد سر درست میکنن، فش میدن، بی ادبی میکنن. یه بار دیگه مال آقا مصطفی مددی رو گفت. هانی برای ما کونه، هانی کونه، هانی برای ما کونه، هانی کونه. مرادی رو بدبخت کردین، خانواده های ایرانی رو بدبخت کردین. بی شرف های بی وجدان، چی میخواین از ملت ایران؟ جوان ها رو بدبخت کردین، خانواده ها رو داغون کردین، زن و مرد ها رو از هم جدا کردین، به فحشا کشوندین، الان هم فرار کردی رفتی ایرانو برات زله کردم هانی کنه جون، امنیت ازت گرفتم، الان فراری اونجا کون کش تو ترکیه بغل داود هزینه کون کونک بازی میکنی بی ناموس. داود هزینه که به خدا، به پیغمبر، به فاطمه زهرا، به ایران، به ملت ایران، به کردا پسرند کرد قلابی گذاشتی، بی ناموس. میری بغل کسی که به کردا فوش داده، آقا خودتو قایم میکنی. به ترکا فوش دادی، به عربای خوزستان فوش دادی هانی کنو. بعد میری بغل داود هزینه استانبول هم برات ناامن میکنن. من سید آلپوشم، یه کرد ملکشهی، بچه دولت و وافت.
همون جوری که ایران رو برات ناامن کردم، ترکیه هم برات ناامنه، هر کجای دنیا بری برات ناامنه. میگه عراقی، عراقی گونکش، عراقی سید آپیش، عراقی کجاست؟ من به تو نشون بدم. دیدین دیگه، تو پیزم دیدین دیگه حتما. چه عراقی سید آبوش که شرفش از شما بیشتره. شرف سید آبوش عراقی از شما و غیرتش و وطن پرستیش از شما بیشتره. ها؟ تو نمیتونی با این چرندیات، با این دروغا به مردم بیای بگی 5-6 تا بچه مچه رو بیاری کوک بکنی، بیاری به چرخونی، بیام کلیپ 22 ثانیه با دمپایی بدن برم بگن این بچه دولت آباد نیست، این عراقیه، این دنبال یوتیوبه. بی ناموس. سید آبوش دنبال پاک کردن شما از صحنه روزگاره. دانش من نمیشناسمت، میارمت بالا نمیشناسمت. آقا سید سلام. سلام از ماست. خوبی دادا؟ مخلصم. خوبی؟ خیلی مخلصم. شاکرم. خوبی؟ سلامت سلامت آقا. زنده. آقا به خدا قسم که حرف نداری. میدینی به این آدم فروش لشی. یه شاییه. به خدا قسم که نون لاتی حلالت آقا. زنده باشی. یه شایی. هره به قرآن ببخشید بیادبی ما رو. یه شایی. وقتی داشت میشناسم دارم دنبالت میکنم. دمت گرم. مرد. زنده باشی. خدا قسم که. ایشالا که خدا قسم که. عکست بغل این آقا باشه. زنده باشی. روح شاد. حجار تمام. چگوانای تمامی به خدا. زنده باشی داشت. دمت گرم. روح پهلا. ایشالا عکست اینجا باشه. زنده باشی داداشم. خدا حفظت کنه. خدا حفظت کنه. فقط یه سلام به درست کنیم. زنده باشی. لطف کردی. لایو منم داره یک دقیقه و 22 ثانیه مونده ازش. داداش بچه کجایی؟ داداش از کجایی الان؟ اسمت چی بود داداش؟ من علی هم داداش. اینجا اسمم زیر نوشته است. بچه کجایی داداش؟ من بچه شهریارم. تاج سنی داداش. زنده باشی. زنده باشی. خیلی خوشحال شدم داداشی. فدات شم. به احترامت یا علی من. مخلصم. یا داداش یا من 53 ثانیه مونده لایو من تموم شه. خیلی دوستتون دارم. انشالله که خدا به همه شما سلامتی بده. به خانواده هاتون. هرچی نامرد دستش از دنیا کوتاه شه. نابودی هانیکونا و تیم مفعولش. در پناه خدا باشین. یا علی مدد. خداحافظ. خداحافظ.